به نام یاد خدای بخشنده و مهربان، عزیزان همیشه همراه، سلام های گرم ما را پذیرا باشین. تقدیم میکنم به نگاه های پر از مهر و محبت همه شما عزیزان و دل ها و قلب های پاک یک یک شما هموطنان عزیزم. خدا کنه که جور سعدمند باشین، همراه ما باشین با برنامه روشنا از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری. همراه شما عزیزان هستیم، امیدوار هستم که ما را تا آخرین لحظات همراهی کنین. در روزهای پایانی سال هستیم و شروع بهار طبیعت و بهار قرآن. امیدوار هستیم که در این روزهای آخر سال بیایم خداحافظی کنیم. با چی؟ بیایم خداحافظی کنیم با هر چه افکار منفی که داشتیم، با تمام کدورت ها، کینه ها، فکرهای نادرست، دلها و قلبهای ناپاک. بیایم خداحافظی کنیم، همزمان با خداحافظی با سال و گذر امسال، بیایم با تمام رفتارهای نادرست خود ما هم خداحافظی کنیم و به جای او رفتارهای خوب، فکرهای مثبت و مثبت اندیشی در دلها و قلبهای ما جا بتیم. بیایم دلها و قلبهای خود ما را جلا بتیم با نور ایمان در بهار قرآن. امیدوار هستم که همین گونه باشه و پیشا پیش یک سال داشته باشیم که در او پر از موفقیت ها و خوشبختی ها باشه. ما که آرزویم برای یک یک شما هموطنهای عزیزم همین هست و انشالله که همین قسم خواهد بود. خب عزیزان بیننده، با شما عزیزان هستیم. خانم حسنزاده عزیز هم در کنار ما هستن در استودیو و میخواییم که در رابطه با موضوع مثبت اندیشی و رضایت از زندگی و همچنین راهکارهای مثبت اندیشی و ای که چه قسم باید از زندگی ما رضایت داشته باشیم با شما عزیزان گفتگو میکنیم. سلام خانم حسنزاده و خوش آمدید میگم به شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و همچنین بینندگان خوب برنامه روشنا. انشالله که در هر کجا برنامه رو میبینن جور و سعدمند باشن و روز خوب و خوشی رو از خداوند متعال برای همه عزیزان خواسته است. الهی آمین. ما هم همچنین انشالله که روزه هایشان و روزگارشان همیشه در خوشی باشد، در موفقیت ها، در پیروزی ها، سربلندی ها و سعادتمندی ها باشد. بسیار تشکر خانم حسنزاده. رضایت از زندگی و مثبت اندیشی، ما در رابطه با این موضوع و راهکارهایش چندین موضوع صحبت کردیم در روزهای پنج شنبه یا یک شنبه، درست است روزهای یک شنبه. و حالا که امروز هم روز یک شنبه هست و میخواییم که در آخرین روزی که میخواییم نسبت به موضوع گفتگو کنیم، باز هم راهکارهایی را برای عزیزان بیننده بیان کنین. میخواییم برشان بگوییم که خب چگونه ما از زندگی رضایت داشته باشیم. وقتی ما میگیم که رضایت داشته باشین از زندگی و مثبت اندیشی داشته باشین، خب حتما سوال پیش میاد که چه قسم، چگونه این راهکارها را میخواییم که برشان بگوین شما. بله، همونجور که شما فرمودین موضوع برنامه ما مثبت اندیشی و رضایت از زندگی بود. در جلسات قبلی که در خدمت بینندگان عزیز بودیم، یک مقدار در مورد خود رضایت از زندگی و عواملی که باعث میشد که ما از زندگی احساس رضایت کنیم، مثل شناخت دنیا، شناخت واقعیت ها و سختی هایی که در هر زندگی وجود داره، قناعت کردن در زندگی و باور دینداری. انسانی که دیندار هست مطمئناً او ایمانی که داره باعث میشه که رضایت از او زندگی از او نسبت به بقیه بیشتر باشه و سلامتی و موارد دیگه که ما اینها گفتیم از عوامل رضایت از زندگی هستن. جلسه قبل هم یک عواملی رو بیان کردیم که باعث میشد که مهمترین عامل بود که احساس نارضایتی در فرد ایجاد کنه و او هم مقایسه کردن خود همراه دیگران. بله بله. که بیان کردیم و گفتیم پیامدهایی هم داره. اندوه و غم باعث میشه که ناراحت بشه و باعث میشه حسرت بخوره و حتی ناسپاسی و بیتابی رو در پی داره. و از علل دیگه هم گفتیم کسی که احساس میکنه
ناتوان است در کارها، خودی باعث میشه که سطح رضایت بندی از او بیایه پایین. دقیقاً. اما در این جلسه همونطور که شما فرمودین آخرین جلسه هست، میخوایم راهکارهایی رو بیان کنیم که یک فرد باعث بشه احساس رضایت داشته باشن. ما یک سوال شروع میکنیم، در هر کسی میتونه به این سوال فکر کنه، آیا شده زمانی احساس کنی هیچ چیز در زندگی برای ما جذاب نیه؟ یعنی ما فکر کنیم که هیچ چیزی در دنیا برای ما جذاب نیست، نیه. باعث رضایت ما نیست، اصلا باعث رضایت ما نمیشه. حتی زمانی که ما رویاهای در ذهن داشتیم و برای رسیدن به اون رویاها تلاش کردیم، حال به اون موقعیت و جایگاه رسیدیم، ولی احساس لذت نمی‌کنیم، احساس نمی‌کنیم که ما از این خوش برای ما خوشایند است و احساس شاد. نسبت به یک موضوع خانم سنزلی که نه، نسبت به کل موضوعات مختلف، کل موضوعات میتونیم در نظر بگیریم. او احساس شادمانی نداره. مثلا یک فردی بوده که واقعا همیشه رویای از اوی بوده که در رشته خوبی قبول بشه در دانشگاه و او رشته رو ادامه بده. یا مثلا فردی بوده که تلاش کرده، سالهای سال مستأجر بوده، الان تلاش کرده خانه که برای خود خود تهیه کرده، ولی باز هم احساس رضایت نداره. فکر میکنه هنوز خیلی کمبودهای دیگه داره نسبت به اون چیزی که بخواد احساس رضایت بکنه. اما ما میخوایم در این جلسه یک راهکارهایی رو بیان کنیم. وقتی اینها در مسیر زندگی خود فرد قرار میده، باعث میشه که احساس انگیزه و رضایت از زندگی از رو زیاد بشه. درسته. و حتی باعث میشه با انرژی بیشتری وارد مسیر زندگی بشه. بسیار خوب. یکی از اون موارد هدفمندی و معنادار بودن در زندگی هست. فرد برای هر فردی متفاوت از خانم سوری، هر وجودی که در ذهن خود ترسیم میکنه بله. متفاوت است، چون هر فردی افکار متفاوت داره. درسته. یک هدفی در زندگی خود انتخاب میکنه و داشته باشه. اگه فرد هدف داشته باشه، مطمئناً او هدف رو در زندگی پیدا میکنه و دنبال از اون میره. ها دیگه، به خاطر هدف خود تلاش میکنه. تلاش میکنه و باعث میشه همین هدف زندگی رو بعضی معنادار کنه. بله. باعث میشه که با وجود ای که بگه من دارم یک تلاش میکنم که به هدف نهایی برسم، چون چیزی که بوده که در ذهن خود ترسیم کرده. بله. تا رسیدن به اون موقعیت زمان میبره و همون فرد برای تلاشی که میکنه به هدف خود برسه، درست. یک احساس رضایت در خود داره. بله. احساس میکنه که واقعا من در این زندگی بیهوده نیسته. حتی بعض وقتا مایی شده که افرادی بودن در زندگی خود خود هدفی داشتن و باعث شده به هدف نهایی نرسیدن یا در بین را دچار مشکلاتی شدن. بله بله. و شکست خوردن، ولی باعث شده که بلند شد، دوباره تلاش کنن. بله. تا به اون چیز برسن. و به هر حال همیشه هدفی که ما انتخاب میکنیم، همیشه اون مسیر هدف ما 100% موانع هایی درش وجود داره. احسن. ما که نمیتونیم بگیم که دیگه هموار است و ما بعد از یک تلاش بلا فاصله میرسیم به هدف ما. امکان داره که نرسیم، امکان داره که در موانع ها باشیم. به هر حال تلاش و کوشش در هر مرحله نیاز است. نیاز است. ولی انسان هدفی که من پیشنهادم این است که وقتی کسی هدفی رو برای خودش تعیین میکنه، بستگی به او علاقه هایی که در خودش وجود داره، استعدادی در خودش وجود داره، او هدف رو تعیین کنه. معمولا بعضی ها وقتی برای تعیین هدف آرمانی فکر میکنن، یک رویایی فکر میکنن، شاید هم بهش خود مطمئنن به دوچار شکست بله بیشتر میرسن. بله. چون شاید در مسیر را به اون نرسن. ولی اگه هدفی باشه مطابق علاقه های فرد، استعدادهای فرد، بهتر میتونه برای از اون برنامه ریزی کنه و به موفقیت بیشتری در مسیر زندگی خود به آن میرسه. حالا خانم حسن‌زاده ببخشید، اگر که یک خانم یک خانه‌دار ما فکر کنیم، خب حالا پدر یک خانواده خب هدف داره، میگه که من این کار میکنم، در فلان حرفه و شغل تلاش میکنم که بتانم مقام بالاتر بگیرم، یا ای که به هر حال تجربه ام زیادتر شود، تا ای که بتانم یک امکانات رفاهی و خوب را برای فرزندان و زندگیم
مهیا کنیم. و یک جوان اگر در نظر بگیریم، جوانم به هر حال میگه که خب من تلاش میکنم، کوشش میکنم، این هدفم است که در پانتون کامیاب شوم، در دانشگاه برم، یا ای که در این شغل، در این رشته، در این ورزش، در این سپورت من فعالیت کنم. حالا یک خانم خانه‌دار چه هدف میتونه داشته باشه؟ یک خانم خانه‌دار هم در مسیر زندگی خودش بسیار هدف‌های بزرگی میتونه داشته باشه. درسته؟ من یک مثال ساده مثال بزنم برای غذا پختن. معمولا بعض خانم ها فقط به چند تا غذای صرفا تکراری فکر میکنن. بله بله. و همین رو میتونن یک مسئله غذا پختن یا در چیدمان خانه میتونن تنوع ایجاد کنن، ابتکار به خرج بدن. دوست. حتی باعث میشه که مسیر زندگی برای خود از اونا تکراری نباشه. بگن که نه مثلا من امروز این غذا رو بلد نبودم، الان با کمک مثلا اطرافیان یا مثلا با وجود دوست جو کردن کمترین چیز مثلا همون بهترین نوع آشپزی و یا دکوراسیون است که میتونن تغییرات ایجاد کنن. آره. حتی بالاتر از حرفه‌ای برای هنرهایی میتونن یاد بگیرن. بله، خیاطی مثلا میتونن یاد بگیرن، هنرهای مورد علاقه خودشون که در خانه هست، مثلا بافندگی یا خانم میتونه ای باعث میشه که حتی یاد گرفتن مهارت برای تربیت فرزند. بله، اینا همه میتونن جز اهداف باشن. اهداف یک فرد چون باشن. یادم هست یک وقتی یکی از خانمای خانه‌دار سوال کرد که ما که خانمایی که داخل خانه هستن دیگه چی هدف دارن، هدف میخوایم چی کنن دیگه. ما دیگه معلوم است از صبح تا شب باید بخزیم و کار کنیم و خانه‌داری و گپا، در حالی که خانم های خانه‌دار ما هم میتونن که بالاترین هدف در زندگی داشته باشن، هدف تربیت فرزند، هدف رفاهیات بیشتر، خوبتر، متنوعتر برای افراد داخل خانواده و همسر و فرزندان و امثال او که خود شما بیان کردید که کسب مهارت ها، هنر ها و ای که بتانن علم و آگاهی خودشان رو روز به روز بالاتر ببرن و بروزتر کنن. حتی میتونیم اهداف معنوی رو به زیر شاخه‌های اصلی اضافه کنیم. مثلا یک فردی از لحاظ کمال مثلا در معنویت خودش افزایش بده، بسیار اینا خودشان میتونن هدف باشن. خب بعد از یک وقفه کوتاه همراه شما عزیزان هستیم و شما هم همراه ما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب عزیزان همیشه بیننده با برنامه روشنا هستین و امیدوار هستم که امروز هم با ما باشین. رضایت از زندگی و راهکارهای او را برای شما از آن بیان میکنیم و شما هم میتونین با ما در ارتباط باشین اگر چنانچه سوالاتی در ذهنتان میایه یا اگر صحبت و پیشنهاد و انتقاد دارین حتما با ما در ارتباط باشین. نمبر واتساپی را میگم براتان، مثبت 964 780 255 40 13. امیدوار هستم که با ما در ارتباط باشین، ما خوشحال میشیم که در خدمت شما عزیزان باشیم. و ادامه صحبت، پس اولین راهکار رضایت از زندگی هدفمند بودن هست. انشالله که از امروز هدفمند زندگی کنیم و هدفهای بسیار بالایی در زندگی داشته باشیم. و اما دومین راهکار چی از خانم حسن زاده؟ بله، دومین راهکاری که ما میخوایم بیان کنیم این است که فرد افکار منفی رو در ذهن خودش
ما قبلا همین گفتیم دور میکنه و به افکار مثبت فکر میکنه. تنها کسی که میتونه او رو یاری کنه که افکار مثبت رو واقعا در ذهن خود خوب پرورش بده، حتی از ابتدای زندگی او خانواده هستن. این فرد سعی کنه بیشتر از او که با فضای مجازی میخواد وقت خود رو بگذارانه، ممکنه بگه من یک فردی بگم، یک جوانی بگه من با رضایت زندگی خود من راضی هستم، با همین گوشی زندگی میکنم و همین موبایلی که در دستم هست راضی هستم. این رضایت زندگی واقعا کوتاه مدت هست. بله. و حتی خدای نکرده پیامدهایی داره، ناکامیهایی داره، حتی اون علل نارضایتی ما گفتیم مقایسه هست. بعدن از همین موبایل از طریق شبکه‌های مجازی ممکنه فرد به او درجه برسه، ولی وقت گذراندن با خانواده، با دوستان، با کسانی که او با او ارتباط داره خیلی میتونه میزان رضایت زندگی رو بالا بره. درستن. چون معمولا انسان‌ها عاطفی هستن، نیاز صحبت کردن با هم نوع رو دارن. بهترین مکانی که فرد میتونه باهاش همراه از او صحبت کنه، مشکلات خود خور در میان بگذاره، بله، خانواده هستن. درستن. یا خانواده خوب هستن بهترین راه ها رو میتونن نشان از او بدن. مثلا مشکلی در زندگی که بدون مشکل اصلا نمیتونیم بگیم وجود داره، بله، همه مشکل دارن و او خانواده هستن که میتونن مشکلات از او رو کاهش بدن. چون به نزدیکترین فرد هست، دلسوزترین فرد به یک انسان خانواده از او، بله، هسته. حتی میتونه خانواده به او آرامش و انگیزه بدن در مسیر زندگی، چون معمولا خانواده هر فرد رو آن طریقی که در او وجود داره، کمکاستی که وجود داره، خانواده از او رو قبول داره. بله. ما این رو همه قبول داره. خانواده او رو میشناسن و تمام رفتارهای او را خانواده دیدن و خانواده هم میتونه کمک کنن در زمینه در این زمینه با او کمک کنن. و خود فرد هم وقتی همراه خانواده خود مشکلات خود رو در میان میگذاره، دلسیزی از اون انگیزه خانواده رو میبینه که باعث میشه که به این انگیزه بدن، خود هم احساس رضایت و خوشایندی در او ایجاد میشه. پس این رو باید ما قبول کنیم که وقتی مشکلی داریم در کنار خانواده باشه. و میتونیم زمینه رو تنها خانواده رو اول در اولویت اول خانواده رو در نظر بگیریم، ولی زمینه رو گسترده تر کنیم. دوستان خوب، درسته ارتباط خونی ندارن، ولی دوستانی ممکنه ما در زندگی خودمون داشته باشه که واقعا میبینیم دلسوز ما هستن، با اونا راحت میتونیم حرف دل ما رو بیان کنیم. خب همراه از اینا ارتباط داشتن باعث میشه که به انسان انگیزه بدن و احساس رضایت رو در این انسان ایجاد کنن. درست. و یه مطلب دیگه که در همراه ارتباطات ما در خانواده و یا همراه دوستان وجود داره، یک نکته ای از شاید به ذهن ما خیلی بزرگ نرسه، ولی خیلی اثرات عمیقی رو در روی دو طرف داره. بله. سپاسگزاری و عذرخواهی کردن اگه خدای نکرده در بین اعضای خانواده و جامعه. بله. وقتی که من خدای نکرده فرضی رو فکر میکنم من از فلانی عذرخواهی کنم، تحقیر میشم. این نشانه تحقیر فرد نیست، بلکه نشانه بزرگمنشی از او هست. بله. یک فردی که روحیه بزرگی داره میای عذرخواهی میکنه و سپاسگزاری میکنه، حالا خطایی از من سر زده، خب جا داره که اینجا از طرف مقابل عذرخواهی کنه. باعث میشه که هم خودم یک احساس رضایت در خودم ایجاد بشه، هم طرف مقابل دلش به من نرمتر بشه، محبت و صمیمیت بیشتری باشه. یا که مثلا لطفی طرف مقابل به انسان کرده، در مقابلش از او سپاسگزار باشیم و تشکر کنیم. اینها از عواملی هستن که راهکارهایی هستن که میتونه در زندگی دقیقاً ما راهگشا باشه. بله، میتونن رضایت از زندگی رو برای ما ایجاد کنن. گاهی وقتها ما به خاطر بسیار چیزهای ناچیزی که احساس میکنیم، زندگی خود ما را پر از نارضایتی میکنیم و میگیم که ما از زندگی رضایت نداریم. چرا ما قسم هستیم؟ ما انسانهای بدشانس هستیم، ما انسانهای بدبخت هستیم و دائم شکایت داریم و ناله داریم از زندگی، در حالی که اگر ما رعایت کنیم بسیار چیزهای خرد ریز را که بسیار هم اهمیت داره، بسیار شاید نادیده گرفته شود در زندگی، ولی همین ها هست که چقدر میتونه اهمیت داشته باشن در زندگی. بله. معمولا وقتی کسانی که شما فرمودید ناله و شکایت و اینها دارن از زندگی بیتابی میکنن، معمولا خانزور نیمه خالی لیوان را میبینن. بله. همیشه جوری نیست، حتی در عینی که انسان مشکلات داره، درستان، غرق مشکلات هست، ولی
خوبی هایی هم هست، مثبت هایی هم در زندگی وجود داره، انسان خوب است روی از اونا تمرکز کنه. چون ما میگیم رضایت از زندگی یک احساس است. انسان باید اول در ذهن خود، در دل خود شکل بده تا در بیرون به وقوع بپیونده و انسان به موفقیت هایی برسه. راهکار دیگه که باعث میشه افزایش بده رضایت از زندگی رو این است که انسان از هوس هایی که میل های باطلی که در زندگی از او پیش میآید دوری کنه. چون این واقعا طبق فرمایش امام صادق علیه السلام میفرماید پیروی از هوس ها بزرگترین دشمن برای مردم است. درسته. یعنی کسی که هیچ کی دنبال دشمن نیست. بله. همیشه میخوان دشمن رو از خود دور کنه. یکی از دشمن های انسان هوس های از او هست. باعث میشه که خیلی او رو آزار بدن. روحی از او رو رنجور کنن. افسردگی و استراب حتی برای از او ایجاد کنند. حالا چه نوع هوس هایی در آرزوها و هوس هایی که اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه. معمولا ما یک چیزی رو میبینیم و سریع با او مایل میشویم که من این رو تحقیق کنم. مثلا یک فلان کس موتر داره، موتر بسیار لوکسی داره، همش به خب انسان ناخودآگاه هم به او تمایل پیدا میکنه، میل پیدا میکنه، کاش من هم چنان موتری رو می داشتم در زندگی. درسته. وقتی که من به او دسترسی پیدا نمی کنم در تمام خانواده من یک مثلا همچین موتری تهیه کنم، خب باعث میشه که من از زندگی نالان باشم. چرا من ندارم؟ و بسیاری از شکایت های دیگر رو همین حوث ها باعث میشه قربانگاه آرامش انسان باشه. بله. یعنی آرامش و آسایش رو از انسان از بین میبره. میتونیم حوث را توقعان بگویم؟ توقعهای بیجا. بعضی وقتا توقع مثلا به جا هست. من میخوام در کسب رتبه بالاتر توقعهای نابجا. گاهی وقتا ما باید توقعات خودمون را پایین بیاریم. یعنی بر اساس بودجه و معاش و حقوق خانواده، بر اساس توانمندی ها و استعدادهای خود ما، توقع خود ما را به همون نسبت عیار کنیم. احسن. امام علی علیه السلام در این زمینه می‌فرمایند زندگی را جستجو کردم، آن را جز در ترک کردن هوس‌ها ندیدم. پس هوس‌ها را ترک کنید تا زندگیتان لذت بخشه. اگه می‌خواید زندگی رضایت بخش و لذت بخشی رو انسان داشته باشه، باید این هوس‌های باطل رو از زندگی خودش کم کنه و حتی در جایی از او رو از بین ببره. بعض وقتا هوس‌هایی که انسان داره باعث میشه که به نابودی از او بکشانه. چنان در پی از اونها میره، باعث میشه از او چیزی هم که داره از دست بده. درست. افرادی بودن مثلا یک در بین اجامه یک موتر لوکسی دیدن، خانه لوکسی دیدن، باعث شده که خود خود به اونجا برسانن. باعث شده او چیزهایی هم که الان در او جایگاهی هستم همون رو هم از دست بدن. برستش. پس این رو باید انسان توقعات خود رو و هوسهای خودش رو حتما کنترل شده ببینه. دقیقا. باعث میشه که مسیر زندگی انرژی بگیره و انگیزه بگیره. حتی روزی شاید از اون زندگی مثلا بهتر هم نصیبش شد انشالله. پس اصل در زندگی این است که انسان هر چی رو دلش میخواد و هوس میکنه انجام نده و هر کاری رو معیارش رو فقط رضای خدا در نظر بگیره. دقیقاً. اگه رضای خدا رو در کارها معیار قرار دادیم، نه هوسهای خودمان، بدانیم که در زندگی ما واقعا موفق زیادی رو و دقیقا میتونیم رضایت از زندگی را اون موقع بهتر احساس کنیم، زمانی که خداوند از ما رضایت داشته باشه. آرامش داره، بسیار خوب. احساس آرامش داره، احساس رنجور بودن نداره. حتی کارهایی که ممکنه شغل و وظیفه ای داشته باشه، باعث میشه که این فرد ابتکار به خرج بده. همونطور که برای خانم خانه‌دار گفتیم، ممکنه برای فردی باشه که مثلا کارمند هست. بله. یا مثلا در کارهای دولتی کار میکنه. خب معمولا افراد اصلا خسته میشن، میگن من صبح از خانه بیرون میشم در کار میرم، شب هم برمیگردم. این علتش این است که شیوه مهارت رو به دست نیاوردن در کار کردن، فکر کردن همین وظیفه‌ای که انجام میدن کافیه. بله، بله. ولی یک فرد احساس خوشایندی، احساس شادی در خودش داره، از وظیفه خودش بیشتر عمل کنه. درست. باعث بشه که رضایت بیشتری از زندگی به دست میاره. باعث میشه که ابتکار به خرج بده در حد جایگاه خودش. درست. محققان و پژوهشگران در این زمینه میفرمایند معتقدند که
هنگامی که خلاقیت در کار به خرج بدین باعث میشه که دیگران رو کمک کنیم، راههای بهبود و یافتن خودمان رو حتی پیدا میکنیم و حتی همین کار اضافه رو احساس بکنیم که یک کار مفیدی به خود و جامعه انجام دادیم. بسیار خوب، ما یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه باز در ادامه صحبت با شما عزیزان خواهیم بود، چرا که رضایت از زندگی یکی از اهداف بزرگ همه ما و شما عزیزان هست و میفهمم که بسیار بسیار تلاش دارین در زندگی و بسیار علاقمند هستین تا اینکه مسیر رو پیدا کنین که رضایت از زندگی در او باشه. پس اگر این گونه هست، راهکارهایی را که امروز برای شما عزیزان بیان کردیم را بشنوین، ببینین و حتما در زندگی عمل کنین. بعد از یک وقفه کوتاه همچنان همراهی کنین برنامه خودتان. یا صاحب الزمان، شود آیا که شبی بر دل من یار شوی؟ یار این خسته غم دیده بیمار شوی. سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشم، دل من آب شده کی تو پدیدار شوی. با کلافی بنشستم سر بازار رخن، کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شدی. هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی. ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، چه شود گر تو مدد کار دل زار شدی. شعله خیمه آتش زده گوید که بیا، زائر بی کفن بی سر و خونبار شدی. اللهم عجل لولیک الفرج. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه روشنا و موضوع برنامه ما مثبت اندیشی و رضایت از زندگی هست. راهکارهای رضایت از زندگی را برای شما عزیزان بیان میکنیم و انشالله که رضایت از زندگی نصیب همه شما هموطنان عزیزم و هر کدام از شما عزیزی که بیننده برنامه هستین. و چند تا از راهکارهای بسیار خوب را گفتن، انشالله که خانم حسن‌زاده بتونیم اینا را در زندگی عمل کنیم. و بسیار علاقه من هستیم که سایر راهکار هم بگوین که وقت برنامه کم هست، که انشالله بتونیم با این راهکارهایی که شما گفتیم سال جدید را با همین راهکارهای بسیار خوب آغاز کنیم و انشالله که سال داشته باشیم که پر از رضایت از زندگی باشه. انشاءالله مطمئنن وقتی که افکارمان رو در رأس تمام این راهکارهایی که ما گفتیم، برای که واقعا این است که مثبت اندیش باشیم، افکار منفی رو از همه سالی که کنه از ذهنمان دور کنیم. بله. و بتانیم مثبت اندیشی و افکار مثبت رو در زندگیمان پیاده کنیم. واقعا همه اینها رو در ضمن این ما بیان میکنیم. ما در بحث راهکارها هدف دار بودن در زندگی رو گفتیم، گفتیم از با خانواده رابطه عاطفی یا دوستان صمیمی رابطه عاطفی قوی داشته باشیم، این خودش باعث میشه احساس رضایت در زندگی داشته باشیم. از هوس ها و توقع های بیجا در زندگی جدا بشیم، حتی دوری کنیم. و در مرحله دیگه‌ای که برای هر کارمان خلاقیت قرار بدیم. درستان. اینطور نباشه که ما بگیم الان من وظیفه خو انجام بدم صرفا کافیه، نه، بلکه هر روز به شیوه جدید و به این که اگه میتونیم به خلق مثلا شیوه های مختلف خدمت کنیم که چه خوب. اگه حتی این باعث میشه که ممکنه بگیم ما به طرف مقابل داریم سود میرسانیم، ولی مهمتر از او که قبل از او که به او طرف مقابل ما سود برسانیم، او روحیه خود
خودمان. اون دید باعث میشه که نظر خودمان، دل خودمان را راضی نگه داریم. این خودش باعث میشه که حتی برعکسش هم خانم سوره ممکنه اتفاق بیفته. وقتی انسان‌هایی هستن که واقعا کم کاری میکنن، واقعا مثلا مشکلاتی رو ایجاد میکنن، بعض وقتا در خانه میرم فکر میکنن من برای خلق مشکلاتی رو ایجاد کردم. عذاب وجدان دارن. همین باعث میشه عذاب وجدانشون و نارضایتی از خود داشته باشن که در ادامهش هم نارضایتی از زندگی هم برای از اونها ایجاد میشه. درسته. راهکار دیگه که میتونیم بیان کنیم کوچک سازی سختی ها هست. معمولا وقتی که میخواد انسان به موفقیت برسه باید سختی هایی در بین راه برای از اون وجود داره همه رو کوچک کنه. دقیقا. و این نیاز به تمرین داره. فکر نکنیم که من نمیتونم. نه. ممکن است یک شب نتونم، ولی در طول زمان حتما این محقق میشه. بله. که من سختی برای من ایجاد بشه بگم این اصلا ممکنه سختی باشه که زندگی من رو تحت تاثیر قرار بده، ولی ممکنه بگم این برای من قابل رفع هست. بله. و این کوچک با روحیه بالا اگر ما پیش بریم در زندگی به خاطر سختی ها مطمئن هستیم که میتونیم سختی ها را شکست بدیم. یکی از علت هایی که ما میتونیم سختی ها رو کوچک بشمانیم و بر پیروز بشیم این از فشار روانی ما رو کاهش میده. تنها چیزی که میتونه به انسان سود برسانه او مقابله میکنه با فشارهای روانی. بله. این خودی یک مهارتی است که در انسان کسب میکنه برای ایجاد آرامش در زندگی خود. بعض وقتا میپرسن ایش چی کوچک سازی در زندگی سختی ها چجوری چی شیوه های ایجاد بشه. یکی از شیوه هاش این است که یادآوری سختی بزرگتر از او. مثلا مشکلی در خانواده پیش آمده یا مشکل اقتصادی یا یک نوعی بیماری، هر مشکلی در وجوده میگم از این بزرگتر هم ممکن بود پیش بیاد. بله. سختی کلانتر را در نظر بگیرید. یا اینجا مقایسه کردن را برایشان میگه که خوب است. گاهی وقتا انسان ها وقتی که سایر افرادی که دچار مشکلات هستن خود ما را مقایسه کنیم میبینیم که سختی ما در مقابل سختی از اونا که چیز نیست. چیزی. یا نه سختی رو در مقابل سختی بزرگتر. مثلا باعث شده که یک تصادف اتفاق بیفته. همه خسارت مالی اقتصادی وارد بشه. میتونیم در ذهن خود بگیم ممکن همین خسارت جانی باشه. خب بسیار کلانتر میشه در نظر و خیلی از موارد دیگر رو ما میتونیم برای مثال بزنیم. یکی دیگه از مواردی که میشه کوچیک کرد و شیوه های کوچک سازی سختی ها این است که انسان به همون لحظه فکر کنه. بعض وقتا ما یک مشکلی داریم باعث میشه که سالها از او بگذره مدام به او فکر کنیم، روزها از بله. او بگذره ولی ما مدام به او فکر کنیم. خب باعث میشه که ذهن انسان، روح انسان ناآرام بشه. درستن. و مدام به او مشکل فکر کنه و حتی خدایی نکرده از بس که به او مشکل فکر کنه مشکلات دیگه در پی از او داشته باشه. یعنی گذشته رو رها کنیم. احسن. معمولا کسانی که دچار افسردگی میشن بیشتر پژوهشگرایی رو میگن دچار افسردگی و استراب هستن. بله. و حتی وسواس میشن این است که به مشکلات مدام فکر میکنن، یعنی پیوسته. بله بله. امروز که فکر کردم فردا درست داره که انسان خوب از حادثه تلخی بر از روی میده مال همون لحظه بدانه. دقیقا. مال همون روز بدانه به روز نو روز باعث بشه که فراموش کنه. فراموش کاملا کنه. بله. حالا اگر الان که سال نو هم نزدیک هست و سال دیگه ای که ما در پیش رو داریم، خب همین لحظه یعنی همون موقعی که سال تحویل میشه ما خوب است که بخود ما فکر کنیم بگوییم که خب ما حالا وارد یک سال نو میشیم، پس چه خوب است که هر گپه، هر سختیه، هر مشکله، هر گپه که در سال قدیم سالی که میگذره بوده دیگه گذشت و رفت و حالا ما وارد یک سال نو میشیم و باید رفتارها، گفتارها، حتی اهدافهای نو برای خود ما داشته باشیم. احسن. که بتانیم رضایت از زندگی داشته باشیم. واقعا نکته طلایی است که شما فرمودید. آنچه بوده رفت. درست. این رو در ذهن خودمان پرورش بدیم و بخواهیم تکرار کنیم واقعا به موفقیت‌های خواهیم رسید. ما در کلام امام صادق علیه السلام داریم که میفرمایند در این دنیا بردبار باش، صبور باش، ساعتی بیش نیست. آنچه را گذشته نه رنج آن را در میابی و نه سر
باعث میشه که نه رنج آن را در میابی نه از بابت اون خوشحال میشوی و آن چه نیامدن بعد وقتا افرادی هستن برای آینده نگران هستن میگن آن چه نیامده اصلا نمیدانی چیست که پس دنیا همان ساعتی است که اکنون در او هست، همون لحظه نه به قبلش فکر کن نه به آینده. بعضی وقتا ما افرادی رو میبینیم که گذشته که هیچی حالا هستن و همش حادثه های تلخ گذشته در ذهنشون میاد، بلکه از آینده هم ترس و هراس رو دارن و احساس ناراحتی میکنن. پس با وجود از اینها ما میگیم راحت گرفتن در زندگی عامل مهمی است و میتونه زندگی رو لذت بخش کنه برای هر فردی و این خودش باعث میشه انگیزه ها و موفقیت هایی رو در زندگی کسب کنه. بله. حتی افرادی که احساس راحتی در زندگی خودشون ندارن، احساس راحتی منظور ذهنی هست، احساسی که در ذهن از اونا راحت گرفتن و مشکلات رو ندارن، ممکن است زنده باشن ولی زندگی نمی کنن. دقیقاً. چون همش زندگی از اونا سرسام‌آور، اضطراب‌آور، حتی باعث میشه جنجال داشته باشن با خودشان. نه تنها با دیگران. یعنی به جایی که به چگونه های زندگی خودشان فکر کنن و بپردازن، همیشه به چراهای زندگی فکر میکنن. یعنی از صبح تا شب چرا ما این قسم هستیم، چرا بدبخت هستیم، چرا ما هیچ وقت موفق نیستیم. خب بیایم به فکر ازی باشیم که چگونه میتونیم موفق باشیم، چگونه میتونیم رضایت از زندگی داشته باشیم و چگونه میتونیم موفقیت ها را به دست بیاریم. ما یک با توجه به این نکاتی که بیان کردیم، یک فرمایشی از امام صادق علیه السلام هست که واقعا میتوند این رو در انسان در سر لوحه تمام کارهای خودش قرار بده. میگن پنج چیز رو در آسایش زندگی تأثیر مهم دارد. کسی که میخواد زندگی رضایت بخشی داشته باشه و راضی باشه و بدون از اونها زندگی ناقص هست. یعنی این پنج چیز باید در زندگی هر فردی باشه. بله. چهار ویژگی اول، یکی سلامتی هست. بله، سلامتی که مهمترین هست. انسان باید برای رسیدن از او تلاش هم بکنه. دوم امنیت هست. سوم رو روزی وسیع دانستن. و چهارمی رو مونسی دونستن که موافق و همراه انسان باشه، حال میتونه همسر از او باشه، میتونه هم نشین ساله باشه، خانواده از او باشه، هر کسی. و جالب اینجاست، وقتی میخواستن نکته پنجم رو بیان کنن، فرمودن حضرت به نکته اشاره میکنن و میفرماین به ویژگی پنجم که میتونه تمام ویژگی‌هایی که ما گفتیم پوشش بده و باعث بشه که رضایت ما رو از زندگی بالا ببره و اون راحت گرفتن زندگی. یعنی من زمانی که حتی مریض هستم، خب سلامتی خوب فکر میکنم در رسیدن از او تلاش میکنم، باعث میشه که راحت بگیرم دیگه. دقیقاً. سلامتی رو دارم. اگه روزی کمی خدا نصیب مکرده، بله، طبق حکمت الهی بدانم، خب باعث میشه راحت بگیرم و از کنار از او بگذاریم. و یا امنیت که الان ممکن است دچار ناامنی موقتی شده باشه، بله، و این رو جوری بدانم که در ذهن خود احساس کنم که امنیت هست و میتونه میرسه زمانی که امنیت داشته باشیم. بله. حتی امنیت بیشتر میتونیم به دست بیاریم. اینها خودش باعث میشه مسیر زندگی ما رو تغییر بده. حتی خصوصا الان بیشتر مشکلات خانوادگی رو ما میتونیم بگیم وقتی خانواده احساس راحتی کنه. بله. کنن با هم دیگه، زندگی موفق و خانواده انشالله موفقی رو دارن انشالله. بله، تشکر و سپاسگزار خانم حسنزاده. امیدوار هستیم که برای شما هم رضایت از زندگی همیشه براتون وجود داشته باشه و سال نو برایتون بهترین سال، سال پر از موفقیت و پیروزی باشه. انشالله که امروز به هر حال آخرین برنامه بود که ما با شما داشتیم. انشالله که در برنامه‌ها و موضوعات بعدی باز هم با شما خواهیم بود. تشکر و سپاسگزار از شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم که همه ویژگی هایی که یک انسان از زندگی رضایت داره را شما هم داشته باشین، به دست بیارین و رضایت از زندگی نصیب همه شما عزیزان شود. تشکر از همراهی گرمتان. با حضور کارشناس محترم از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم و سال پر از موفقیت و پیروزی هم برای یک شما عزیزان آرزومند هستیم. خدا نگهدارتان. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
محمد وعجل فرجه.